سناریوهای گوناگون رژیم ولایت فقیه برای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری. نام کسانی که قرار است خودشان را برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد کنند به زودی اعلام خواهد شد. مهلت ثبت نام داوطلبان نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری بین روزهای 22 تا 27 فروردین ماه 96 است. هنوز هیچ یک از سیاستمداران مطرح در نظام، حتی حسن روحانی، نامزدی خود در انتخابات را اعلام نکردند. زیرا بدبستان‌ها، رقابت‌ها و رایزنی‌های سیاسی پشت درهای بسته بین خودی‌ها با نظارت عالیه نماینده خدا بر زمین و زیر سایه او به ویژه به دور از چشم و پنهان از نظر مردم باید نخست انجام شود. بار دیگر به مردم گفته خواهد شد که انتخابات آینده مهمترین انتخابات است و می‌باید در آن شرکت جست. اصحاب قدرت در جنب دیکتاتوری ولایی چنین وانمود خواهند کرد که شرکت کردن در انتخابات نوعی وظیفه شرعی یا ملی است. دیگر بار در حرکتی هماهنگ شده در فضای سیاسی و تبلیغاتی قرار خواهیم گرفت که شماری از سیاستمداران و نظریه پردازان از کانال رسانه‌های داخلی و خارجی و شبکه‌های اجتماعی چنین القا خواهند کرد که گویی واقعا برای مردم ایران در انتخابات پیش رو حق انتخابی وجود دارد. در انتخابات خرداد ماه 1392 و اسفند ماه 1394 این نوع جفسازی انتخاباتی توانست نظارت استصوابی شورای نگهبان و رد صلاحیت فلهی نامزدها و مهندسی شدن انتخابات را به عرفی معمول تبدیل کند و تلاش شد تا مردم به انتخاب میان بد و بدتر تن در دهند. دسته مشخصی از مدعیان دفاع از آزادی و حقوق مردم نیز در هفته‌های آینده با تبلیغات نظام به منظور داغ کردن تنور انتخابات همداستان می‌شوند و رسانه‌های داخلی و رسانه خارجی مانند بی بی سی فارسی هم با اجرای برنامه‌های در زمینه به ظاهر فضای انتخاباتی و دامن زدن به این توهم که برای مردم حق انتخاب وجود دارد نقش آفرینی خواهند کرد. بررسی سازوکارهای چند و چون مهندسی انتخابات 1396 و اینکه انتخابات و رقابت‌های جناحی چه حد
به تغییری واقعی به نفع مردم میتواند منجر شود، به تلاشی بی حاصل تبدیل شده است. زیرا روشن است که هر گونه رایزنی و تصمیم گیری راهبردی و گزینش نامزدها از بالا و به وسیله سران نظام انجام خواهد شد و تنها شیوه مهندسی انتخابات و درجه فزونی تقلب در آرای آن به منظور تحقق تصمیم گیری های سران رژیم به طور واقعی تغییر پذیرند. پس از انتخابات های ریاست جمهوری در 1376 و 1380 و مجلس ششم در 1379 که در آنها مردم توانستند اراده خود را تا حدی بر تصمیم‌های از پیش گرفته شده دیکتاتوری ولایی در زمینه انتخابات تحمیل کنند، حتی همان امکان‌های محدود مردم در تعیین نتیجه انتخابات‌ها هم به کلی منتفی شده است. اکنون هر نوع تغییر در شکل روبنای سیاسی کشور تنها بر مبنای مصلحت نظام و با رایزنی، هماهنگی و کسب اجازه از دستگاه ولایت میتواند عملی شود. برای مثال در 1388 رأی مردم با تقلب در شمارش آرا و سرکوب معترضان باطل اعلام شد. 4 سال پس از آن به شیوه دیگر راه ورود حسن روحانی به عرصه انتخابات 1392 زمین سازی شد. جواز انتخاب شدن روحانی و ظهور جناحی به نام اعتدالگرایی هیچگاه بدون هماهنگی با عالی ترین سطوح قدرت در نظام و بدون تایید نهایی علی خامنه‌ای هرگز صادر نمی شد. آنچه در انتخاب روحانی روی داد، سر تسلیم فرود آوردن جناحی قدرتمند از اصلاح طلبان و پذیرفتن طرح سران رژیم برای قانونی کردن مهندسی انتخابات در جمهوری اسلامی در حکم یک عصر از سوی آن جناح بود. بنابراین در بررسی روند انتخابات آتی ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت ماه 1396 تحلیل و تشخیص آن فرایندهایی که شالوده تصمیم گیری های تاکتیکی و راهبردی به وسیله اتاق فکر بیت رهبری برای 4 سال آینده می شوند مفید خواهد بود. تصمیم گیری رهبر درباره مسیر انجام انتخابات و تأیید آن به منزله حکم حکومتی و فصل الخطاب خواهد بود. نخستین و مهمترین تصمیم و معضل در برابر رده های بالایی قدرت و شخص خامنه ای پیرامون نتیجه مورد نظر در انتخابات آتی دادن جوابی صریح به این پرسش است که آیا شرکت داشتن جناح اعتدالگرا در هرم قدرت رژیم ولایت فقیه و دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی برای تداوم نظام هنوز هم امری ضروری است یا نه؟ جواب آری یا نه به این سوال از جانب سران نظام در جای خود تابعی خواهد بود از کنش‌ها بین فرایندهای مربوط به این دو عامل بسیار پر اهمیت. 1. سیاست خارجی جمهوری اسلامی و موضع‌گیری‌های آن با توجه ویژه به حرکت‌های خصمانه دیپلماتیک اخیر دونالد ترامپ، عربستان، ترکیه و اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی. 2. چگونگی مهار کردن اعتراض‌های رو به رشد مردم در کوتاه و میان مدت به ویژه در ارتباط با افت دائم شرایط معیشت توده ها. تجربه عملی به سران نظام ولایی آموخته است که این دو عامل که در بالا بدانها اشاره شد و روی کردهای مؤثر در برابر آنها پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر دارند. مهمتر این که جناهای قدرت با وجود رقابت و تضاد موجود در بینشان در نهایت می باید گرد محور ولایت فقیه و ولی فقیه و با هدف تداوم نظام در وحدت با یکدیگر عمل کنند. مهندسی موفقیت آمیز انتخابات 1392 و همزمان با آن مدیریت و حل بحران‌ها و تحریم‌ها به طور موقت که از اجرای سیاست‌های خارجی رژیم به وسیله دولت پیشین برآمده بودند به همراه
توانایی مهار کردن نفرت و اعتراضهای مردم نسبت به ارکان نظام مؤید این روی کرده هوشمندانه و خود اگرانه رهبران رژیم ولایت فقیه به موزل حل بحران هاست. اگر در چند هفته آینده تحول ها و رویدادهای مؤثر در اوضاع داخلی و خارجی رخ ندهند، در این صورت برای کنکاش در چند چون عمل کرده رژیم ولایی می توان روند تصمیم گیری های سران رژیم ولایی در باره گزینش رئیس جمهور 4 سال آینده را در چارچوب 2 سناریوی مشخص به شرح زیر بررسی کرد. سناریوی نخست، ادامه ریاست جمهوری حسن روحانی و ادامه شرکت جناح اعتدالگرایی در هرم قدرت رژیم ولایت فقیه. جناح اعتدالگرایان را میتوان به درستی نماینده سیاسی بورژوازی نوپایی دانست که در اقتصاد سیاسی ایران نقش و سهمی چشمگیر دارد. این جناح به برکت به سرانجام رساندن آبرومندانه نرمش قهرمانانه علی خامنه‌ای یا به عبارت دیگر امضا شدن توافقنامه برجام و در پرتو در پیش گرفتن شیوه سیاست ورزی به همراه مماشات با رهبری توانسته است در رقابتی موفقیت آمیز با منفورترین بخش‌های اصولگرایان جایگاهی توجه برانگیز در هرم قدرت برای خود دست و پا کند. محور رفسنجانی روحانی در رشد و تکوین نفوذ سیاسی و اقتصادی جناح اعتدالگرایان نقشی اساسی داشت. این جناح در منظر بخشی از افکار عمومی توانسته است تا حدی با استقلالی نسبی در برابر جناح‌های رقیب عمل کند. جای گرفتن جناح اعتدالگرایان در بخشی از هرم قدرت عرضه کننده کادرهای ورزیده و نیروی مدیریتی قوی‌تر در فرایند داد و ستد با آمریکا و متحدان آن به علی خامنه‌ای بوده است. نیرویی که همسنگ آن را رژیم نمی‌توانست در بین دیگر جناح‌ها بیابد. همینطور در قیاس با دولت احمدی نژاد، دولت حسن روحانی به منزله سوپاپ اطمینانی مهم تا حدی توانسته است انتظارات مردم را با قولها و وعده‌های سرخرمن همراه با گفتمانی به ظاهر اصلاح طلبانه مدیریت و مهار کند. از نظر سیاسی نیز دولت تدبیر و امید و شخص حسن روحانی توانستند خشم و نارضایتی سیاسی مردم و برخی نیروهای سیاسی نسبت به دیکتاتوری حاکم را در چارچوب نظریه تئوری انتخاب بین بد و بدتر مهار کنند. تغییر خط مشی بخشی چشمگیر از رهبران و تئوریسین‌های جریان اصلاح طلبی به سوی پشتیبانی و تمکین کامل از دیکتاتوری ولایی و حل شدنشان در جناح اعتدال گرایی و تبدیل شدن آنان به اصلاح طلبان مطیع رهبر، به طور قطع پیروزی بسیار مهم برای دستگاه ولایت است. محمد رضا تاجیک هفته گذشته در مطلبی در همین باره و زیر عنوان اذعان اصلاح طلبان به تحقیر اصلاح طلبی به مسیر پیموده شده در سالهای اخیر از 1384 و اصرار بر نامزد کردن مصطفی معین برای انتخابات ریاست جمهوری تا 1392 و تأیید سیاست اصلاح طلبان حکومتی در کنار زدن زورمدارانه معاون اول دولت اصلاحات از صحنه انتخابات و ریختن همه ظرفیت و امیدشان به پای سخنران راهپیمایی 23 تیر ماه 1378 اشاره کرد. این دستاورد دستگاه ولایت مزیت دیگر جناح اعتدالگرایی و شخص روحانی در خدمتگزاری به تداوم نظام ولایی است. از سوی دیگر صدور جواز ظهور پدیده حسن روحانی و دولت تدبیر و امید برای مدیریت برجام مستلزم دادن برخی امتیازهای سیاسی و اقتصادی و تجویز وارد عمل شدن جناح اعتدالگرایی از جانب دستگاه ولایت بوده است. در مجموع
از منظر مأموریت برای حل بحران در روابط بین المللی و به وجود آوردن مجرایی برای تخفیف خطر تحریم ها، وجود حسن روحانی و جناح اعتدال گرایی فرمولی به رسمیت شناخته شده و موفق برای علی خامنه ای خواهد بود. ادامه وضعیت بد اقتصادی و انزوای سیاسی که رژیم ولایی در سالهای آخر دولت احمدی نژاد با آن روبرو بود، بحرانهای مهلک بودند که می توانستند با اوجگیری اعتراضهای جنبش مردمی پایه‌های نظام را متزلزل کنند. بنابراین توانایی مدیریت سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تخفیف تحریم‌ها مهمترین کارت برنده در دست جناح اعتدالگرایان در راستای رایزنی با رهبری و کسب اجازه از او به هدف اعلام کردن نام حسن روحانی در مقام برنده نهایی انتخابات آتی خواهد بود. البته صدور جواز ادامه ریاست جمهوری حسن روحانی برای دور دوم از جانب دستگاه ولایت و مهمتر از آن اجازه ادامه یافتن سیاست خارجی کنونی جمهوری اسلامی، همگی بستگی به این خواهند داشت که در عمل یا بر اساس محاسبه های سران رژیم راه حل‌های دیپلماتیک و دادن امتیازهای اقتصادی سیاسی به دولت ترامپ در نهایت بتواند در حل بحران خارجی کارگشا باشند. درک سران رژیم ولایی از موفقیت برجام و الزام حفظ آن بر ضرورت عملکرد فرمولی مبتنی است که تیم جواد ظریف با دولت اوباما در راستای حفظ نظام آن را طراحی کردند. به عبارت دیگر پذیرفته شدن همزیستی رژیم ولایت فقیه با هژمونی آمریکا در منطقه بر پایه این فرمول، هژمونی که برای جمهوری اسلامی در طرح خاورمیانه جدید نقش و جایگاهی مشخص قائل شده بود، از سوی هر دو طرف پایبندی به این فرمول و امکان ادامه یافتن آن برای علی خامنه‌ای و مجموعه نظام به لحاظ اقتصادی و سیاسی امری حیاتی است. از این روی بعید خواهد بود که سران رژیم و علی خامنه‌ای گام نخست را در راستای نقض یا باطل کردن برجام بردارند. علی خامنه‌ای و اتاق فکر بیت رهبری نیز می داند که شعار دادنها و تشر زدنهایش درباره لزوم اجرا شدن اقتصاد مقاومتی در بحران اقتصاد عمیقا نابسامان کشور تغییری مثبت به وجود نخواهد آورد. نزد رژیم ولایی این نکته روشن است که اقتصاد ایران پس از برجام هم هنوز در گروگان خزانداری آمریکاست و همراه با تحریم ها ابزارهای مالی قدرتمندند که از دولت اوباما به دولت ترامپ به ارث رسیدند. دولت آمریکا تنها با دادن یک بیانیه و هشدار در بازار تجارت جهانی میتواند به راحتی باعث افزایش ریسک در مبادلات مالی با ایران شود و فشارهای خطرناک بر رژیم ولایی و سرمایه‌های کلان جناح‌های قدرت وارد کند. منطق حکم می‌کند که سران رژیم ولایی با هر وسیله ممکن، از جمله به وسیله دور دوم دولت حسن روحانی و انجام نرمش‌های قهرمانانه، در صدد تلاش برای همزیستی با هژمونی آمریکا برآید. سناریوی دوم، ادامه نیافتن ریاست جمهوری حسن روحانی و بازگشت به گزینه حاکمیت یک دست. اگر در هفته‌های آینده معلوم شود که جهتگیری سیاست دولت ترامپ حقیقتاً به سمت مقابله کامل با جمهوری اسلامی است، یا اینکه محاسبه‌های رهبران رژیم ولایی به این نتیجه برسند که تحولات آینده به سوی رویارویی براندازانه آمریکا و متحدانش با جمهوری اسلامی پیش خواهد رفت، آنگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ناگزیر به سوی موضع‌گیری‌های تدافعی به منظور نجات نظام تغییر جهت خواهند داد. در این حالت احتمال اجرای سناریوی دوم بسیار افزایش خواهد یافت و
و دستگاه ولایی بار دیگر برنامه برقراری حاکمیت یک دست را با عقیم سازی جناح اعتدالگرایی و تک دوره‌ای کردن ریاست جمهوری حسن روحانی در دستور کار خود قرار می دهد. برقراری حاکمیت یک دست مستلزم به کارگیری سرکوب و خشونت‌های هرچه عریان‌تر و پردامنه‌تر به هدف مهار کردن اعتراض‌های مردم در دستور کار سپاه و نیروهای امنیتی قرار خواهند گرفت. حاکمیت یک دست و سرکوب قهرآمیز حکومتی سیاستی پرخطر برای سران رژیم ولایی است که در دوره دولت احمدی نژاد سرانجام به حادتر شدن بحران‌های بین دیکتاتوری و مردم منجر شد و دخالت مستقیم در انتخابات همراه با تقلب گسترده را برای رژیم گریز ناپذیر کرد. البته شواهد حکایت از آن دارند که سران رژیم ولایی در حال تدارک برای شرایطی هستند که در آن و در صورت ضرورت بتوانند رئیس جمهوری دیگر به جای حسن روحانی به منظور برقراری حاکمیت یک دست بر سر کار بیاورند. در این عرصه رژیم در شرایط کنونی در حال بررسی امکانها و چهره‌های مشخصی برای انجام این امر است. برای مثال عنوان شدن نامزدی ابراهیم رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری و سازماندهی تبلیغات وسیع در سطح استان خراسان در هفته‌های اخیر را یکی از مانورهای اتاق فکر دستگاه رهبری باید دانست. در روزهای اخیر محمد حسینی عضو هیئت رئیسه جمنا جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی خبر داد که ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی برنامه خود برای ریاست جمهوری را به این تشکل اصولگرا ارائه کرده است. حسینی به دیدبان ایران گفت رئیسی فرد شاخص و ممتاز است و به همین دلیل برخی ها احتمال می دهند که او گزینه نهایی است، گرچه هنوز هیچ تصمیمی در شورای مرکزی گرفته نشده است. توجه برانگیز آنکه مهمترین برگ در کارنامه سیاسی ابراهیم رئیسی عضویت او در کمیته مرگی است که به دستور خمینی فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی را در 1367 سازماندهی کرد. ابراهیم رئیسی در مقام یکی از مورد اطمینان ترین افراد در بیت رهبری به دستور علی خامنه‌ای در اسفند ماه 1394 به مقام تولیت آستان قدس رضوی برگزیده شد و در حال حاضر یکی از پرنفوذترین چهره‌های رژیم است که از او همچون گزینه اصلی برای تکیه زدن بر مسند ولایت مطلقه فقیه نام برده می‌شود. بنابر گزارش رسانه‌ها 50 نفر از اعضای مجلس خبرگان در نامه‌ای به سران رژیم رایزنی به منظور نامزدی ابراهیم رئیسی را آغاز کردند و به وجود آوردن شرایط را برای حضور او در انتخابات خواستار شدند. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و پدرزن ابراهیم رئیسی یکی از سازمان دهندگان اصلی این رایزنی به منظور کاندیداتوری ابراهیم رئیسی است. در صورت تصمیم سران نظام به گماشتن کسی مانند ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری و تأیید نهایی آن از سوی ولی فقیه، بی تردید هیچ گونه مقاومت و اعتراضی مؤثر از سوی اعتدال گرایان امثال حسن روحانی ها و هواداران و سخنوران دو آتشه اعتدال گرایی دیده و شنیده نخواهد شد. نامزدی ابراهیم رئیسی می تواند به واکنشی منفی مشابه آنچه در رویارویی با پشتیبانی خامنه‌ای از ناطق نوری و نامزد اصلح خواندن او در انتخابات 1376 روی داد و ابراز همان نه بزرگ از جانب مردم به علی خامنه‌ای منجر شود. نتیجه گیری و نگاهی به آینده. به هر حال و بر حسب اجرا شدن هر کدام از دو سناریوی طرح شده در بالا، به درستی میتوان به این نتیجه گیری رسید که گزینش رئیس جمهور آینده به هیچ وجه تابع رأی مردم نخواهد بود. بنابراین
خواستهای اقتصادی مردم و مطالبات سیاسی و اجتماعی جامعه در دوره 12 ریاست جمهوری نیز بی جواب خواهند ماند. در صورت گزینش عنصری واپسگرا و آدمکش از سنخ ابراهیم رئیسی برای ایفای نقش رئیس جمهور بعدی، معلوم است که دستگاه رهبری به منظور حل بحران‌های داخلی و خارجی به مهار اعتراض‌های مردم به شکلی خشن کمر خواهد بست. در صورت اجازه دادن به ادامه یافتن دولت جناح اعتدالگرا در شکل کنونیش، معلوم می شود که اصحاب قدرت در رژیم حاکم بر این باورند که در خلال 4 آینده از طریق دولتی نرمتر به لحاظ نمای ظاهر در قیاس با خشونت ناگزیر از سوی حاکمیت یک دست می توانند مهار اعتراضهای مردمی را میسر کنند، یا به قول معروف سر را با پنبه ببرند. با گزینش دوباره حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری و استمرار شکلی از توازن قوای کنونی در هرم قدرت رژیمی ولایی، جامعه با رئیس جمهور و دولتی بسیار ضعیفتر از دوره قبل روبرو خواهد شد که بیشتر به رویه تسلیم طلبانه گرایش خواهد داشت و به تمکین از نهاد ولایت فقیه و مماشات با دیکتاتور به طرزی فزاینده تر ادامه خواهد داد. در نتیجه گیری کلی میتوان به درستی به این نکته اشاره کرد که رژیم ولایت فقیه به سوی بحران‌های فزاینده خطرناکی پیش می‌رود. نکته مهم دیگر این که در هر انتخابات ریاست جمهوری رویکردهای سران دیکتاتوری حاکم برای حل بحران‌ها و گزینه‌های فراروی آنان محدودتر می‌شوند، زیرا تضاد بنیادی مردم با حاکمیت ولایت فقیه تضادی است آشتی ناپذیر که حل آن با رئیس جمهور شدن آدم کشی مانند ابراهیم رئیسی و یا سیاستمدار سر به فرمانی یا به قول خودش حقوقدان همچون حسن روحانی ممکن نیست. تضاد مردم با استبداد دینی تنها یک راه حل دارد و آن طرد بی قید و شرط حاکمیت ولایت فقیه است تا بتوان بسترهای لازم در مسیر انجام رفرم‌های بنیادین و در جهت گذار به مرحله دموکراتیک را فراهم کرد. به نقل از نامه مردم شماره 1022 14 فروردین ماه 1396.